بخی با اوی سیب که صبح شده. آه روز شده. امروز که باید زود میخیستم دیر شد. تانا وقت بیدار نشینه. رستم آمدن اتمن. آهشت نیم بجه زنگ دروازه است. اتمن آمدن. سلام، صبح بخیر. من خدا چیزی که فکر میکردم هم زودتر آمدین و سرخیز هستین. امیدوارستم کمره روشن نباشه. من خب اول جایی نمیرم، باز که رفتم آرام نمیباشم. اجازه است که داخل بیایم؟ پس غافلگیرم کردین، بیاین داخل. غافلگیر کردن کار ماست. شما بشینین، یک گلاس چای بخورین، یکم آرام کنین، من هم برم کم آماده شوم، باز یکم خدا جور کنم، بعد از او آرایش کنین. ما را نادیده بگیرین، برین آرایش تا نکنین، دل جمع باز بیاین. خوب است. کی مقبول شده؟ دوستا صبح زود است، هنوز هفته و نبر آمده و ما روز خدا یا تمرینات خدا از این تمرینات که چند لحظه بعد برتان نمایش میتونم شروع میکنم و بدون موسیقی نه تنها ما بلکه اکثر ورزشکارا نمیتونن راست میگه تمرین کنن. اما ما یکی از ویژگی های خوبه که دارم به حساب موسیقی هم میتونم در موسیقی آرام تمرین کنم و هم میتونم در موسیقی شاد تمرین کنم. اما در موسیقی شاد به نظرم بهتر از آدم تمرین کنم. اما این که دنبودل داره و تمرینات خودم من کم کم آغاز میکنم از حرکات کشیشی که عضلات آرام شوه یا گرم شوه تا صبحانه خوب آدم با اشتی آدم بخوره و در شروع یک موسیقی پلی کنم بعد از شروع میکنم. خوب گپ است. معمولا حرکات ورزشی اکثر ورزشکارا با کشیشی یا استرچینگ میگن آغاز میشه. بخاطر عضله خوب کش شوه تا که زود آسیب نبینه. ما خون نمیتونیم و هر چقدر حرکت کشیره هم قبل از اینکه ورزش شروع میکنین هم خلاص که میکنین ورزش رو باید انجام بدین به خاطر حفظ سلامتی عضلات و مفصلهای بدنتان است. زنده خوب باشه. باوی صاحب در این تمرین یک چند سوال مارم خود جواب بتین. یک سوال های تو به خیالم باقی مانده بود. دستورم جواب میتونم. ببین سوال کنین. اخلاق ورزشی براتون اهمیت داره یا دریافت مدال و مقام؟ طبیعتاً اخلاق در فکر کنم در تمام عرصه‌ها خوب است. باز بخصوص در ورزش یک ورزشکار حتمی است اخلاق ورزشی داشته باشه. به خاطر که کسایی که مطرح میشن یا مدال میارن بخصوص ورزشکارا اکثرا زودتر الگو قرار میگیرن و او از همه مهمتر اخلاق ورزشیش مهمه. بدون شک. در انتخاب چی سخت گیر هستی؟ مثل پوشیدن لباس، خوردن غذا، انتخاب رفیق؟ سخت گیر در همه چیز هستم، اما به انتخاب رفیق یک کم بیشتر. در غذا زیاد سخت گیر نیستم، تمام غذایی که شکم مسیر میکنه و مفید است فقط مضر نباشه دوست دارم میخورم غذا همیشه. در قسمت لباس چطور؟ در لباس بعضی اوقات سختگیر هستم و بسیار اساس هستم، اما بعضی اوقات نیستم زیاد، خصوصا در خانه می باشم یا میله میرم جای قدر زیاد سختگیر نیستم در انتخاب لباس. بایدم نباشم. اما جای رسمی میرم یا مصاحبه می داشته باشم یا در محفلهای عروسی میرم دوست دارم لباس بپوشم که به مو فضا بخانه. راست میگی.
چرا یک رهبر سیاسی با قطار موترای زره نشدی؟ کامدی قهرمان ورزش شدی. از این که ورزشکار شدیم خوشتر هستم. به این که تو یک رابطه خوب با مردم ایجاد میکنی. تو در بین اجتماع میباشی و تمام مردم دوستت میداشته باشن و یک آدم بی‌طرف میباشی که فقط به افتخارات کشورت و به نام کشورت فکر میکنی. بدون شک. راست بگوین، از امتحان میترسین یا از نفهمیدن؟ امتحان استرس خدا داره، اما از نفهمیدن میترسم. از امتحان زیاد نمیترسم. یک چیز بر ما و بینندای ما راست بگوین، تا حال از نام مستعار یا بدلی استفاده کردین؟ نه، هیچ وقت. چرا؟ کسی صدایتون هم نکده؟ کسی صدا نکده، نه. اگه سوالایت خلاص نشده، من فکر کنم کافی سوال کردی عظیم. من برم که یک عالم کار دیگه دارم. نه، هنوز مقدر. باوی صاحب این پیتری یادتان رفت. معمولا بعد از تمرینات صبح و کارهای مقدماتی که صبح باید انجام شوه، بعد از او دوست دارم که بعضی اوقات خودم آشپزی کنم. یعنی هر روزم آشپزی نمی کنم، اما بعضی اوقات خودم آشپزی می کنم، مخصوصا صبحانه به خود جور می کنم. بسیار کار خوب می کنم. و بعضی رژیم هایی که از بایتو را تعقیب کنم، بختره که باز زیاد چاق نشم، یا دوست دارم که مثل نثار 10 سال پیش باشم. معمولا دوست دارم خودم غذا به خود جور کنم، به خصوص صبحانه. و حالا میایم یک کمه، چون وقت کم است، اگر من دوست داشتم یگان چیز دیگه هم جور کنم. ببینیم که چی جور میکنم. چون وقت کم است، فقط یک کمه یک دو دانه تخم پخته میکنم، چون دوست دارم در چای صبح تخم بخورم. امور 4 تا پخته کنیم. شیر هر روز میخورم، اطمیه. چاقتان نمیسازه؟ اما به اندازه زیاد نه. شیر یک منبع بسیار خوب پروتین است، ویتامین است. از او خاطر بخصوص کسایی که ورزش میکنن شیر اطمیس باید بخورن روزانه. برایشان مهم است. و الان یک تا تخم صحیح میده کنین که در پوست نفته. بکنم دو تا تخم کافی است. نه سوزه باوی سای، از تخم ما اینک جور شد. تخم آماده شده؟ نه باوی سای، نیم بند است. شیر هستیم جوش بیه و تا که شیر جوش بیه میشه که تخم بکشیم و کم کم. من زیادم آدم تشریفات نیستم، فقط میگم خوب است که شکم خوب سیر شوه. ایم تخم آماده، گازم آمد مینن گل شد. ایم تخم که آماده ساخت. بسیار کار ساده. غذایی را که کل مردا یاد داره. ایام غذای دیگه بدیم بین پتنوز بگیرم. اگه نگفتین آدم تشریفاتی نیست. وقت کم است و ناوقت شده، باید بریم به کارهای دیگه خوب برسیم. اینجا کم عسل دارم، عسل و کم پنیر، یک کم چارمغز و دو دانه تخم پخته کردم. کم تخم بخورم ببینم چطور است مزهش. نمک ننداختین. بسیار مزه میده تخم ساری. اما این خصه تارایی نشد. پیش بند خودم باز کنم. و هر کسایی که آشپزی میکنن پیش بند بسیار مهم است، یادتان نره بخاطر کالا چرب نشه و بخصوص مثل موارد عجله داشته باشین. و حالا پیش بند باز میکنم و میرم به کارهای دیگه. در برنامه با من با ما باشین. ای اتاق است که من بسیار آرام میشم اینجا، به خاطر که دلم بخواه موسیقی گوش میکنم، دلم بخواه کتاب میخوانم و دلم بخواه تلویزیون سیل میکنم. ای اتاق زیاد دوست دارم، به خاطر که اینجا مرا با تمام دنیا وصل میکنه. راست میگید. و فکر کنم کدام مسیج آمد. بعضی اوقات سوشل میدیا تمام مسیج ها و اینای ما مثلا فیسبوک مسیج میه کمی آمد و ما برم ببینم کدام دوستم پیام داده
ببینم کی هست. کدام قرضدار نباشه. یکی از هموطنهای ما پیام داده، یک بچه جوان، نوشته به تازگی به دنیای ورزش قدم گذاشتیم و یکی از آرزوهای می است که یک روز مثل خودت به وطن و مردم مقام قهرمانی بیارم. انشالله که میاره. خوب، آرزوهای خوبه. نوشته کده کم مرا راهنمایی کن که از کدام راه ها پیش برم تا به قله های بلند برسم. ما یک کتاب برش نوشته میکنم که دوست به نهایت عزیز و توانای من، چقدر تایپتان تیز است. همین که خودت آرزوی بزرگ را انتخاب کردی خودش توانایی است. بدون شک. هر روز باید تمرین کنی، ریاضت بکشی، زحمت بکشی و هر ماه خودت را ارزیابی کنی که چقدر و چند قدم به هدفت نزدیک شدی. تا اینکه یک روز من و هموطنانم شاهد باشیم که خودت به ورزش افغانستان مدال طلا آوردی و بهترین افتخارات را به مردمت و به میهنت آوردی. انشالله که میاد. تشکر، برایت آرزوی موفقیت میکنم. جوانایی که برام پیام میتن بسیار خرسند میشم و خوش میشم و به خصوص کسایش که رو میارن به ورزش و از ما همکاری میخوان. هر چقدر تعداد ورزشکارا در افغانستان زیاد شوه ما مقدر خوش میشم و دوست دارم که جوانایی که ورزش نمی کنند رو بیارن به ورزش و برن ورزش کنند تا زندگی خود لذت برن و در کنارش توانایی خود بیازمایند، تلاش کنند که برن عضو تیم ملی شوند در رشته دلخواه خود و برن به افغانستان افتخارات بیارن. بخاطر که وطن نیاز داره به ای که چطور ما بتانیم نامش در جهان نیک بسازیم. راست میگی. اینجا جای مدال هایم است و جای تقدیر نام هایم از زندگی ورزشیم و از فعالیت های اجتماعی. نام خدا. که در طول بیش از 15 سال این دستاورده را داشتیم. خوشحال هستم به ای که زمان کودک بودم آرزوهای بسیار بزرگ کرده بودم. گویا ما یک روز برم قهرمان جهان شوم و به خصوصی که چطور بتانم نام افغانستان یا قهرمان از افغانستان هم باشم در دنیا که نامش درج و ثبت تاریخ چه. کی کارم کرده؟ خاطرات بسیار جالب دارم، هم خاطرات خوش دارم از بعضی مدالایم، هم خاطرات یک کم خاطرات جگرخونی. از کدامش؟ یکی از او خاطرات هم میخواییم بگویم با این مدال است. مدال 2006 از مسابقات المپیک آسیا گرفتم که وزنم اشتباه رفته بود در مسابقات و ما باید 72 کیلو اشتراک میکردم، نام مرا 80 کیلو داده بودن و ما مجبور بودم که چند کیلو، تقریبا 4.5 الی 5 کیلو در ظرف نیم ساعت ما کم کنم و بسیار مشکل و یک قصه طولانی داره که حتی موی ما ماشین کردم به دلیلی که وزنت وقت کم, کم بود و ما باید وزن میشدم که صبحش مسابقه داشتم. امی رقم این مدالم از مسابقات کشورهای اسلامی جهان است، بین 57 کشور برگزار شده بود و ما فقط یک مدال برنز گرفتیم از وجه که تقریبا بیش از 14-15 رشته ورزشی اشتراک کرده بودن، اما خوشبختانه یک مدال داشتیم که هم برنز بود. درباره دیگاهشم توضیحات بدین. و می رقم مدال های دیگه اینجا مسابقات المپیک آسیا بازم مدال نقره گرفتم، مسابقات جنوب آسیا مدال طلا گرفتم و مسابقات کسب سمی المپیک مدال طلا گرفتم، قهرمانی آسیا و دو مدال بسیار خوبه که رئیس های جمهور به ما دادن. یکیش مدال وزیر محمد اکبر خان است که فکر کنم بلندترین مدال است و بله بله. یکی هم میر بچه خان. آیستا آیستا بدوانید. یکی از علایق من به بایسکل سواری است. بایسکل سواری خوبی داره که هم ورزش بسیار خوب است و هم یک سیاحت بسیار خوب است، به خصوص روزایی که هوا در کابل خوبتر می باشه. بله. یادتان را ماسک استفاده کنین. من امروز ماسک از ورخطای یادم را به خاطر که ورخطا بود. بسیار خوب است. در کنار
با اسکندرانی بسیار خوب است که موزیک بشنویم. چهار طرفتان اسایل کنید. من از اوقات موزیک میشنوم، موزیکای بسیار خوب. اما امروز موزیک نمیشنوم. امروز ما اگه موتر به باز چی میکنید؟ کتاب میشنوم، کتاب صوتی. خب دیروز هم با اسکندرانی داشتم، یکی از کتابای خوب صوتی داشتم، یک مقدارش مانده بود، خواستم امروز از فرصت استفاده کنم. دوباره با اسکل صوتی کنم و اون کتابم خلاص کنم. به خاطر که من بعضی اوقات فکر میکنم که وقت بسیار با ارزش است، مثل طلا ارزش داره. ما چون واره کوشش کنیم از وقت خود خوب استفاده کنیم. کسایی که در سفر طولانی می باشن، در کنار ازی که موزیک میشنون، یکون کتابم بشنون، کتاب بخونن، چون ما نیاز داریم به کتاب خواندن. بدون شک و تلاش کنیم فرهنگ کتاب خانی را بیشتر کنیم در افغانستان. آیستا آیستا بیشتر میشه. دوستا بازم خوش آمدین، کسایی که تاوال ما را تعقیب کردن و حالا نوبت رسید به قایقرانی. چند ورزش را که امروز انجام دادم، این ورزش هاییست که همیشه انجام میتونم، گاهی در از طرف صبح، گاهی از طرف شام، و حالا نوبت قایقرانی رسیدم. من یک قایقک خرد دارم که به خصوص در فصل گرما یا در بهار تابستان اکثرا از طرف صبح قایقرانی میکنم. یک فضای بسیار خوب میباشه اینجا و حالا شما میبینین من قایقرانی هم بلد هستم. بریم؟ بریم. به حویس فکرت بگی که نفتی. اون یک تیاره افتاد. فکر کنم سوال آمد. من ببینم که سوالا چی هست. اما نشستش اشتباه بود. به جایی بود. سوال اولشانی است که به هوی عزیز فرصت طلایی را به چه رقم یک فرصت میگویی؟ جوابی سوال، فرصت طلایی در زندگی بسیار کم به انسان ها پیدا میشن. راست میگید. یا مهیا میشن، خصوصا در افغانستان. کوشش کنیم که از فرصت های طلایی که در زندگی ما می از او استفاده خوب کنیم و با وقتش استفاده کنیم. به خصوص در ورزش وقتی که مسابقه میکردیم، فرصت های طلایی که حریف خودش کسب بتیم بسیار کم بود. سوال دومه که از من شده وی است، اگر قرار باشد کشوری برایت پیشنهاد بدهد که به آن پناهنده شوی، واکنش خودت چی خواهد؟ راست بگوین. سوال مشکل. مشکل خواهد است. اما من فکر کنم افغانستان به ما نیاز داره. به خاطر ترقی و پیشرفت افغانستان ما باید افغانستان بمانیم و این وطن از این حالت نجات بدیم. فکر کنم هر کس دوست داره یک کشور خوب برش پناهندگی بتن، اما من کشور خود دوست دارم. این زمینی که در این زندگی میکنیم ای را دوست دارم، به خاطر که او عزتی که در خانه خود آدم، در وطن خود آدم از هیچ جای پیدا نمیتن آدم. بدون شک. و ای را دوستای ما که در بیرون هستن دقیق میفهمن. حالا شروع کنیم به قایقرانی. و ای هم قایقرانی ما بسیار مزه میده. حالا قایقرانی بخیر خلاص شد و ایام آخرایش است. فکر کنم که کم گشنه شدیم و طبق معمول همه گی شکم خود دوست داره، اما شاید من کم بیشتر دوست داشته باشم. از جا میریم، یک کباب آماده ساختیم و او را همراهتان میخورم. بریم. قایقرانی هم خلاص شد. مانده نباشید. و حالا آمدیم یک جای دیگر رو براتون معرفی میکنم و همزمان خوب شد که غرق نشدیم و صحیح و سلامت آمدیم. زمانی که در بند او زیاد میباشه، ما تا قایق خود از اینجا، چون او میه بالا و از اینجا در قایق میشینم و میرم داخل او. و حالا آمدیم اینجا، میریم داخل. اینجا یک جای داریم که اکثرا با فامیل میایم، با دوستا میایم، به خصوص
هفته یک بار که حتمی است تمام فامیل وقتی که رخصتی میشه شبای جمعه تمام برادرها و فامیل همگی یک جای میشیم و میایم اینجا کم استراحت میکنیم و آماده میسازیم خود پس به روز شنبه به کار و زندگی. بسیار کار خوب میکنیم. مرتقب کنین بیاین. زی که بیایم تشکر که یک سلسله چیزا بود باید آماده می ساختن مثل زغال و کباب خودم جور میکنم. تشکر از همکاریشان. حالا کباب سیخ میکنیم و کباب پخته میکنیم. من بسیار دوست دارم آشپزی را و به خصوص کباب در فضای باز. بسیار کار خوب است و این رقم هم هوا که ابرالود باشه یکم هم از زغال گرمش لذت میبری از قوخ و هم ای که کباب جور میکنی و او را نوشجان میکنی. حالا کباب جور میکنی من یک مقدار داشپزی هم خوب هستم به تو بد گفتنی نیست آشپزیم. اما پیشتر خوب گفتین تنها تخمه یاد دارین. بابی صاحب نام چند نوع کباب هم میفهمین؟ کبابا انواع و اقسام از کبابای داشی، کباب تکه، کباب چوپان و چی میگن؟ ترکش کباب، کباب ماهی. آه یک رقم ماهی خوبم یاد دارم در داش پخته میکنم. ماهی داشی. من فکر کنم به ما 3 سیخ یا 4 سیخ کافی است. کباب میمانیم در جایش. اجازه است که چند سوال دیگه ازتون پرسان کنم بابی صاحب؟ بفرمایید. پکه کجاست؟ آه فکر کنم که پکه را پیدا نکردن. منتها کسایی که پکه مثل ما را گم میکنن میشه از کارتن استفاده کنن. پالیدن پکه پیدا نتونستیم. در بیابان کفش کنن نعمت است. منتها تو کارتن شلام نباشه، کارتن سخته. امیام که پیدا شد زیاد است. کارتن کم کاغذش دبلتر باشه. ایام کباب آماده است. اگه یک کامره ازت خواهش کنه که یک آهنگ زمزمه کنی، واکنش چی خواد بود؟ هیچ وقت آهنگ زمزمه نکردیم و هیچ وقت فکایی هم نگفتیم. اگه یک کوشش کنیم فکایی داخل چوکات بگویی او خنددار نمی باشه، بیرون چوکات بگویی کمره است، مشکل از گفتنش. اما آهنگ کوشش میکنم یک آهنگ زمزمه کنم. خوب است. خبرداری که دین و عشق و ایمانم توی جانان. ای جانان. واه واه. این کباب ما پخته شده و فکر کنم بسیار خوب شده. نسوخته باشه بابی صاحب. یکتایشه بگیرم. مغزش خام مونده. بسیار مزاره. ایتو یک وقت شده که وقت کریفت برده باشی از شکستش جیگر خون شده باشی و کدام لغت به جای زده باشی؟ به حریف های خارجی دلم نمیسوخت هیچ وقت. بختره که هر کس وقتی که در مسابقه می آید به کشور خود مبارزه می کنه و به من از دل سوختن کده توقعی که مردم از من داشت ارزش‌تر بود. اما به حریف های داخلیم که وقتی که انتخاب می شدیم به مسابقات بیرون مرزی، حریف های داخلیم وقتی که مبارزه می کنیم طبعا مسابقه 2 حریف داخل می شد، یکی می بازه راست بگوی بازنده داره. اما دلم برشان می سوخت به ای که اونا هم هموطنمون بودن و اونا هم آرزو داشتن که روز مدال بگیرن یا انتخاب شوند عضو تیم ملی و برن به مسابقات خارجی اشتراک کنن و یک کباب آخر. امیدوارم دلتان او نکده باشم. ای بود برنامه بامه نثار احمد باوی بامه از تلویزیون خوب طلو. تشکر از همگی و تشکر از شمایی که تا بال تعقیب کردین برنامه را. واقعا لذت بردم و بسیار برنامه خوب بود به حساب خودم. به همه تان آرزوی موفقیت میکنم و به هر آرزوی خوبی که در زندگی دارین برش برسین. الهی آمین. خدا نگهدار.